بیا. سرورم، دفتر داره سلطنتی. به عرض میرسنم که شاهزاده من مصطفی از اتاقشان بیرون نمی آید. برای چه نمی آید؟ غلامان را از اتاق بیرون راندند، گفتند که دوست ندارند. سرورم، این دارویی است که برای معده تان حاضر کردم شفا بخش است. تو برو اسکندر، برو و برادرم را بیاور. اطاعت می شود. پسرم دائم پیش چشمانم است. تا چه زمان این گونه ادامه خواهد داشت؟ باید همین حالت را هم شکر کنیم سلطانم. کشم سلطان سلامت باشد، حداقل می توانیم صورت شاهزاده ما را ببینیم. از عید تا عید. دل ربا کجاست منیشه؟ ما وقت زیادی نداریم. سلطانمان خیلی وقت است که نزد شاهزاده ما رفتن سلطانم. واقعا؟ پس چرا نمی گویی؟ نمی خواستم شما با عجله آماده رفتن شدید. دیگر رفتن نه پنهان آقا. پادشاه دستور داده است. دوباره می آیند. شما را به اجبار خواهند برد. برای همین شاهزادم. چه؟ برای همین چه؟ برای همین شمشیرتان را بگیرید و با جنگیدن بمیرید. دل را با من هستم شاهزاده ام، در را باز کنید. مصطفی بیا داخل. دل را با چه شده مصطفی؟ چرا رنگ به رویت نیست؟ ماموران برادرم چند لحظه پیش اینجا بودند، میخواستند مرا ببرند لکن من نرفتم. بس تو چه میخواستند؟ بگویید میخواستند شما را بکشند شاهزادم. بگویید دیگر. به من بگو برادرم چه شده؟ نمیدونم. با یزید نیست؟ چرا نیامده است؟ برای چه بیاید؟ او که برادر ما نیست. این چه حرفیست؟ دیگر هرگز نشنوم. درست است والده هایتان یکسان نیست، لکن برادر هستید، همخونه هم هستید. حق با والده ایمان است مراد. عثمان هم از والده دیگر است، مرحوم مافیر سلطان، لکن او با ما فرقی نمی کند. دستور داده ام عثمان، با یزید هم خواهد آمد. زود باشید سر جایتان بنشینید. Thank you.
عیدتان مبارک باشد کشم سلطانم. همچنین بایزید. سلطانم عیدتان مبارک باشد. همچنین گلبهار. مصطفی چه شده که این چنین خیالاتی در سر داری؟ دل ربا تو نیز همینطور. نگران نباشید، در روز عید چه کسی دست به قتل میزند؟ به فال نیک بگیرید. من مسئله را خواهم فهمید والدم. تا آن وقت هم مصطفی نباید جایی برود. دفتردار سلطنتی ما نیز آمد. سلطانم، سربرمان مصطفی را برای چه خواسته است اسکندر؟ در باغ سلطنتی ضیافت عید برپاست. سرورمان میخواهند همه را آنجا ببینند. اکنون روشن شد. زود باش مصطفی، با هم میرویم. مدتی با داوود پاشا به شکار می روم. شاهزاده هایم مهمت و عثمان نیز با من خواهند آمد. سپس به سربازها خواهیم پیوست که همه دنیا شاهزاده های جنگاور من را ببیند. ما هست منتظر این روز هستم. من نیز همینطور. شبها خواب آهوهایی را که شکار خواهم کرد می بینم. من نیز می آیم. مرادم، شاهزاده شجاع من، برای تو هنوز زود است. وقتی از شکار میگویید شاهزاده هایتان همه به نوعی هیجان زده میشوند. چه سعادت بزرگی برای شماست. فرزندانم از تمام گنجینه های دنیا با ارزشتر هستند ذوالفقار پاشا. قسمت شما هم بشود سلطانم. انشاءالله. میخواهم فرزندان بسیاری برای پاشا بیاورم. عیدتان مبارک باشد. سرورم، در این روز مبارک که اجازه دادید برادرم از امارت خارج شود، ما را بسیار خوشحال ساختید. ای کاش این اسارت ابدی پایان بگیرد. برادرمان همیشه نزدمان باشد.
حاجی آقا، وقتی که خاندانمان در باغ سلطنتی ضیافت دارن تو اینجا چه میکنی؟ کار دارم. من که مثل تو غلام بیکار و بیار نیستم. حکیم باشی منتظرم. حکیم باشی خیر باشد، چه شده؟ باید به تو جواب پس بدهم. برو دست از سرم بردار. توبه توبه. باز این سیاه سوخته دنبال چیست؟ سلطانم. اسکندر، فردا در قصرم منتظرت هستم، با تو حرفایی دارم. انشالله خیر باشد سلطانم. مسئله چیست؟ مدتی بود که چنین سفره‌های بزرگی مهیا نشده بود. خیلی خوب شد. شما درباره چه صحبت میکردید؟ هیچ، درباره شاهزاده بد اقبال مصطفی سوال می‌کردم. نظرتان چیست والدم؟ سرورمان به صدای وجدانشان گوش می‌دهد و مصطفی را آزاد می‌کند؟ این را از صمیم قلبم می‌خواهم دختر زیبایم. لکن از اینکه هر بار امیدم به ناامیدی تبدیل می‌شود خسته شدم. خواستم کمی قدم بزنیم و صحبت کنیم مصطفی. تو از من میترسی مصطفی؟ اینجا بمانیم سرورم. او کیست برادر مهمل؟ پاشای برادر است؟ نگاه کن لباسهایش زیبا هستن، حتما پاشاست، مگر نه برادر عثمان؟ پاشا چیست بایزید؟ مراد، او عموی ماست، شاهزاده مصطفی. آیشه، تو چه سلطان زیبایی شده ای، ماشالله. خیلی ممنونم سلطانم. بختش زیبا باشد انشالله. انشالله. شما و همسرتان در کنار هم خوشبختی. خدا سعادت شما رو دائمی کند. آمین آمین. خوب شد که حسن پاشا این روزها را ندید. اگر میدید در کنار مرد دیگری خوشبختی، تباه میشد. تقدیر الهی است. عده‌ای درباره مرگش شبهه‌هایی دارند. شما بی‌میل و ناخواسته به مصر بازگشتید و بعد از آن خبر فوتش رسید. بدون اتلاف وقت به پایتخت بازگشته و ازدواج کردید. این مسائل مربوط به سالها پیش است. چه معنایی دارد که وقایع گذشته را دوباره از نو مرور می‌کنید؟ سرورمان از معده درد خیلی شکایت دارند. بعضی شب‌ها از درد نمی‌توانند بخوابند. امروز برای تسکین دارویی دادم. خواب این چیست؟ برایشان خوب است؟ اگر هر روز سر وقت میل کنند به یک ماه هم نخواهد کشید. دردها و نارامی هایشان تمام میشه. خواب انشاءالله. کشم سلطان ما نباید چیزی بدانند، نگران میشوند. شاید شنیده باشی مصطفی، مسجدی ساختم
به زودی برای عبادت آماده می شود. شاید با یکدیگر آنجا نماز خواندیم. من نمی آیم. ممنوع است، نمی توانم بیایم. آن را ننوشید. از کجا معلوم که زهرآلود نباشد؟ سال هاست که فقط دعا می کنیم. به نظرتان دیگر وقت آن نیست که خودمان دست به کار شویم؟ تو چه می گویی دروبا؟ می گویم باید برای آزادی برادرم زودتر کاری بکنیم. فکری در سر دارم، لکن برای امروز و فردا منتظر نباش، باید صبر کنیم. کم و کاستی که نداری انشالله مصطفی، اگر هست کافیست که بگویی. ممنونم سرورم، همه چی عالیست، خدا را شکر. خداوند از شما راضی باشد. برای چه حرف دلتان را نمیگویی شاهزاده ام؟ این که از او متنفرید، میخواهید او را بکشید؟ نمیخواهم. نفهمیدم چه چیزی را نمیخواهی مصطفی؟ هیچ نمیخوام. سرورم، من با اجازه شما به امارت باز میگردم. بمانید، اینجا همه چیز به شما تعلق دارد. این سفره، این قصر، هر چه که میبینید در اصل برای شماست. برادرتان آنها را از شما دزدیده. کنید سرورم، برادرم به خاطر امر شما سالهاست که در یک چهاردیواری زندگی کرده، حالش پریشان و آشفته است. زمان میبرد تا عادت کند. اکنون می روید داخل و دیگر هرگز خارج نمی شوید. فوراً بازگردید و تمام دارایی هایتان را صاحب شوید. رهایم کن، رهایم کن، رهایم کن، رهایم کن، رهایم کن. هنوز عادت نکرده اید شاهزاده. اگر میخواهید باز هم برایتان میگویم، از من یعنی از حقایق نمیتوانید فرار کنید. ساکت شو، ساکت شو، ساکت شو. وزیر اعظم خلیل پاشا. سرور عزیز من، عیدتان مبارک باشد. بنده و وزیر دومتان داوود پاشا. پادشاه هفت اقلیم، عید فطر، عید ماه رمضان مبارک باشد. بنده و وزیر سومتان مصطفی پاشا. مصطفی خیلی آشفته است، میدانم حالش اصلا خوب نیست. میخواستید چطور باشد والدم؟ تمام شاهزاده ها در قصد خوشحال هستند، تنها برادر من از همه چیز محروم است. سال هاست که در حسر است. تا کی باید منتظر بمانیم؟
منتظر نمیمانیم دلربا. همونطور که گفتم، برای برادرت هر کاری بتوانیم انجام میدهیم، لکن این خیلی هم ساده نیست. باید صبور باشیم. صبر من تمام شده است والدم، تمام شده است. اول باید قدرتمان را جمع کنیم. باید از اقتدار سهممان را برداریم دلربا. این را هم فقط با کمک تو میتوانیم به دست بیاوریم. با کمک من؟ دیگر باید ازدواج کنی. با یکی از قدرتمندترین رجال دولتی ازدواج خواهی کرد. با کسی که به خاطر آینده شاهزاده مصطفی حاضر است دار و ندارش را فدا کند. خب این فرد کیست والدم؟ معلوم است قبلا به این هم فکر کرده اید. همان کسی که در دیوان از همه قدرتمندتر است، وزیر اعظم خلیل پاشا. ساخت و ساز مسجدتان رو به اتمام است سرورم. با آن میدانی که روبرویش است انقدر با شکوه شده است که تا وقتی دنیا هست همه اسمتان را خواهند شنید. حق با خلیل پاشا سرورم. معمارتان صدفکار محمد آقا اثر بسیار با شکوهی به جای گذاشتند. از محضرتان پوزش می طلبم. در کوی و برزن عده‌ای هنوز می گویند که سرورمان مگرچه پیروزی کسب کردند که چنین بنای بزرگی را ساختند. سلطان احمد کسی است که شورش 100 ساله داخلی را از بین برد. آیا نگفته‌ای که چون این پیروزی هنوز پیدا نشده است؟ مگر می‌شود که نگفته باشم سرورم؟ البته جواب دندان چه خریدم. مرحوم کویجو مراد پاشا با امری که دادم راهی آناتولی شد. با قدرتی که به او دادم توانست شورشیان را شکست دهد. تو نیز آنجا بودی اسکندر آقا و شخصا در آن روز شاهد این پیروزی با شکوه بودی. همطور که میگوید سردسته شورشیان است. هنگام فرار دستگیرش کردیم. ای غافل، تو فکر میکنی که میتوانی از عدالت دولت عثمانی بگریزی؟ عدالت؟ این فقط ظلم است پاشا. این کار شما ظلم است. تو نیز سردسته این ظالمان و از غلامانشان هستی. تو بر دولت شورش کردی، روستاها را سوزاندی و ویرانه ساختی. همه از خانه و کاشانه فرار کردند و اهالی مظلوم را مورد ظلم و ستم قرار دادی. حال اینجا آمده و به من ظالم میگویی؟ این جنگ است پاشا، هیچ کسی بیگناه نیست. مهم این است که اولین سنگ را چه کسی انداخته. ای ملعون، تو از چه جنگی صحبت میکنی؟ جنگ با دشمنان جنگ است. کار ننگین شما تنها یک شورش است و این شورش دیگر به پایان رسیده است. تو اشتباه میکنی پاشا. تا وقتی شما خودتان را ارباب و ما را برده میدانید، این جنگ، این شورش یا هرچه که آن را مینامید تمام نمیشود. این خونریزی هرگز بی جواب نمیماند. بیا. سلطانم، مهمانتان آمدند. عثمان. سلطانم. نوه شیر مرد ما.
داخل شو. سلطانم. بگو حاجی آقا. جناب شاهزاده عثمان به قصر قدیمی رفتند. اینطور که پیداست صفیه سلطان وی را خواستند. وقتی دیر آمدی از تو ناامید شدیم، فکر کردیم کشم اجازه نداده. در قصد ضیافت عید برپا بود، برای همین دیر آمدم. رابطت با کشم چطور است؟ با من مهربان هستند، دوستم دارند، من نیز همینطور. می دانید که جای خالی مادرم را سالها پر کردند. ولی باز هم مراقب باش، گرگ در وقت سیری با بره دوست است. لکن در گرسنگی دیگر چیزی باقی نمی ماند. نگران نباشید سلطانم، من یک بره نیستم، والدم نیست، گرگ نیست. والدت؟ دنیا هزار چهره مختلف دارد. خدای ناکرده اگر روزی بلایی سر سرورمان بیاید، آشکار است کشم طرف چه کسی خواهد بود. هرچه باشد تو از خونه او نیستی. تا مدتی باز نخواهم گشت. کشم حرم را به تو می سپارم. تو اصلا نگران نباش. حواست به مصطفی هست مگر نه؟ گفتم از اینجا بیرون بروم و برادرم را ببینم. در آغوش بگیرمش. لکن او را ندیدم گوشم، به چشمانش خیره شدم لکن ندیدم. گویی یک دیوار بینمان بود، مثل این سالها دیواری خیلی بزرگ. برادری که من به او سنجاب میگفتم، پاره تنم شبیه یک غریبه نگاهم میکرد و می دانی تلخ در چه بود. من سبب این حال شدم. احمد هرگز خودت را سرزنش نکن. وقتی همه هم صدا شده بودن جان برادرت را بگیری، تو مخالفت کردی، این کار را نکردی. دلیل حذف شدن او در آنجا نیز همین بود، حفاظت از او. مدتی از خوابش را می بینم گوشم، صدایش در گوشم می پیچه. میگوید برادر مرا از اینجا آزاد کن. از خواب میپرم. ابتدا سرم درد میگیرد، بعد در معده هم دردی حس میکنم. شاید خداوند این چنین راه درست را به تو نشان میدهد. هرچه از قلبت میگذرد همون را انجام بده. کارت تمام نشد؟ کم مانده است سلطانم، کم مانده است. امشب باید همه دست نوشته ها رو بخونم. حال که تو اینقدر مشغول امور دولتی هستی، چرا وارد دیوان نمی‌شوی؟
درست است. کوشم اجازه نمیدهد، مگر نه؟ به خاطر ازدواج با من. من از وظیفه مستشاریم راضی هستم سلطانم. من هر چرا که بخواهم در آینده به دست بیاورم هم اکنون دارم. ساکت هستی یاسم؟ کشم سلطان در حدی که میگویند زیباست. ماشاءالله دارد. 8 فرزند به خاندان ما داده است. 4 شاهزاده، 4 سلطان. با این وجود اگر بخواهی بدانی زیباست، هنوز هم زیباست. زیرا سن زیادی هم ندارد. هنوز 30 سالش هم نشده است. شاهزاده ی هنرمندم. والدم. خیلی زیباست، ماشالله. از هر انگشتت یک هنر می برد. بعد از ضیافت دیگر تو را ندیدم. پیداست که رفتنم به قصر قدیمی را فهمیدید. این را می دانم، اما نمی دانم با صفیه سلطان چه گفتید. به خاطر عید میخواستن مرا ببینند. من نیز نخواستم دلشان بشکند. صحبت کردیم اما خیلی نزدشان نماندم. زیاد یا کم فرقی ندارد عثمانم. دوست ندارم با صفیه سلطان دیدار کنی. او سلطانیست که به خاندان خیانت کرده است. اگر نیتش بد نبود تو را نمیخواست. سالها پیش جرمی مرتکب شده، جزایش رو هم کشیده است. اکنون که دیگر قدرتی ندارد. او را نمی شناسی پسرم. حتی اگر در بستر مرگ باشد افکار پلیدی در سر دارد. سلطانم، مرا خواسته بودید. باید مسئله مهمی باشد. میخواهم هدیه ای را به سرورمان تقدیم کنم. در شکارگاه به ایشان میرسانی. این چطور هدیه ای سلطانم که از ذوالفقار پاشایمان مخفی کرده اید؟ تو هجران کالفا را پیدا کن. او به تو هدیه را تحویل خواهد داد. اسکندر. پاشا. سلطانم، اجازه بفرمایید. اسکندر اینجا چه میخواست؟
میخواهم برای سرورمان هدیه‌ای بفرستم. او تقدیمشون خواهد کرد. جناب دفتردار، هدیه را بده خاتون، عجله دارم. کنیز سلطانمان یاسمین خاتون. باید تقدیم سرورمان بشود. دنبال من بیا خاتون. بگو. سرورم عفو کنید، لکن موضوع مهم است. خانزاده محمد گیرای دستگیر شده است. فوراً نزد من بیاوریدش. این محمد گیرای کیست؟ خانزاده کریمه، مدتی فراری بود. پس محمد گیرای دستگیر شد. چرا فراری بود؟ جرمش چیست؟ بدون گرفتن رضایت سرورمان برای رسیدن به حکومت کریمه خودسرانه وارد جنگ شده است.